اهداف مشترک فرانسه و تاجیکستان در افغانستان، دیدار امام علی رحمان و مکرون درباره وضعیت افغانستان. با سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی و سنترال افغانستان، هست 14 اکتبر سال 2021 میلادی و برابر با 22 میزان سال 1400 هجری شمسی است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پاریس با همدیگر دیدار کرده و پیرامون مسائل افغانستان گفتگو کرده است. این دو کشور رابطه نزدیک با جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود نیز دارد. آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور تاجیکستان دیروز در پاریس به خبرنگاران گفتند که در مورد وضعیت امنیتی منطقه آسیای میانه و افغانستان با همدیگر گفتگو میکنند. آقای مکرون به خبرنگاران گفته بود که تاجیکستان با افغانستان یک مرز مشترک تورانی دارد و ما در رابطه با این کشور دغدغه‌های مشترک داریم. او اضافه کرد که با رئیس جمهور تاجیکستان در مورد کمکی که فرانسه میتواند به این کشور برای تثبیت اوضاع در افغانستان بکند صحبت خواهد کرد. امام علی رحمان از سالها به این سو مواضع سختگیرانه علیه اسلامگرایان تندرو و سرکوب جنبش‌های اسلامگرای افراطی در داخل کشور دارد، به حدی که این امر موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است. در حال حاضر فرانسه و تاجیکستان دو کشورند که مخالفت شدید خود را علیه گروه تا در افغانستان آشکارا اعلام کردند. هر دو کشور پیشتر گفتند که رژیم انحصارگر را به خاطر رفتار این گروه در برابر زنان و فراگیر نبودن حاکمیتشان به رسمیت نمی‌شناسند. دعوت فرانسه از آقای رحمان در کاخ الیزه نشانه مهمی است که فرانسه معتقد است کشورهای منطقه میتواند در بحران افغانستان نقش ایفا کند. رئیس جمهور فرانسه همچنین گفته است که نباید با گروه های تروریستی و ارزش هایی که ما از آنها دفاع میکنیم به ویژه حرمت به حقوق زنان سازش شود، در حالی که کشورهای همسایه افغانستان از جمله ازبکستان مدت ها پیش با گروه تا ارتباط برقرار کردند. مقامات تاجیک از همکاری با این گروه خودداری کردند. رئیس جمهور رحمان پیشتر از تجمع گروه های تروریستی در مرز جنوبی تاجیکستان شکایت کرده و اخیرا یک نشانه افتخار را نیز به احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان اعطا کرده است. همچنان گزارش شده است که تاجیکستان به رهبران مقاومت علیه گروه تا نیز پناه داده و از برخی آنها حمایت کرده است. در همین حال تا در واکنش به اظهارات گذشته امام علی رحمان میگوید که تاجیکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکند. آنان بعد دوشنبه هشدار دادند که برای هر اقدام عکس العمل در پی خواهد داشت. به همین منظور این گروه هزاران تروریست انتحاری را در مرز تاجیکستان جابجا کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان در 76 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز گفته بود که در حالی نمیخواهد در امور داخلی افغانستان مداخله داشته باشد، ولی باور دارد که برای حل مسئله سیاسی و امنیتی این کشور باید انتخابات برگزار شود و دولتی با مشارکت همه اقوام به میان بیاید. گروه تا یک ماه پیش دولت سرپرست خود را بر رهبری محمد حسن آخون اعلام کردند. در میان اعضای کابینه اعلام شده از سوی آنان، برخی از اعضای حقانی که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد نیز سمت های کلیدی کسب کردند. اکثریت مطلق کابینه این گروه را پشتون ها تشکیل می دهند و تا حال هیچ زنی در کابینه شان نیز به کدام مقام معرفی نشده است، در حالی که پشتون ها گفته می شود 35 را 40% افغانستان را تشکیل می دهد، ولی اکنون 99% کابینه پشتون هستند، موضوعی که حتی با انتقادهای پاکستان نیز همراه بوده است. پاکستانی که حامی اصلی این گروه در گذشته و حال بود است و ممکن تا آخر بماند.